عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان شام دیروز با استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و حاجی باتور دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در شهر انقره دیدار کرد در این ملاقات روی وضعیت عمومی سیاسی و امنیتی کشور از جمله دلایل افزایش ناامنی در سرتاسر سر کشور و به ویژه در شمال بحث صورت گرفت والی بلخ و معاون نخست ریاست جمهوری ضمن نکوهش حملات اخیر به میدان هوایی حامد کرزی حملات توریستی در مساجد و اماکن مقدس و ترور شخصیت های ملی کشور تاکید کردند که چون این وضعیت از تحمل مردم خارج شده و نشان دهنده ناکارایی و ضعف نهادهای امنیتی کشور است دو طرف متذکر شدند آنچنانی که شورای اطلاف ملی برای نجات افغانستان بارها تاکید کرده است نهادهای امنیتی نیازمند دکترین نظامی و برنامه های جامعه امنیتی است تا کشور از این بحران نجات پیدا کند. والی بلخ و معاون اول ریاست جمهوری پیرامون فعالیت های اخیر شورای اعتلاف ملی برای نجات افغانستان صحبت کرده و گفتند که این شورا در نظر دارد تا به زودی روی فعالیت های منسجمتر برای اصلاح نظام کار کند. آقای نور افزود که این شورا خواستار برگشت هرچی آجال معاون نخواست ریاست جمهوری به کشور است تا ملت افغانستان به ویژه قوم شریف ترک تبار از صلاحیت های مشروع و قانونیشان بهرمند شوند شورای اطلاف ملی برای نجات افغانستان به این عقیده است که نباید صلاحیت های قانونی یکی از بلند تنین مقامات کشور در گروه بازی های سیاسی مانده و مردم از این بیشتر تحمل انتظار را ندارند در بخش دیگر دیدار روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صحبت شده و حمایتشان را از تصمیم اخیر نهادها و اعضاب سیاسی کشور در مورد اینکه یا کمیسیون انتخابات کلا ابطال شود و یا از بنیاد اصلاحات اساسی در ساختارش وارد شود اعلام کردند